با نام و یاد خدا. با سلام به شما مخاطبین فرادرس. من سارا صرافان صادقی، فارغ التحصیل رشته بیماری شناسی گیاهی از دانشگاه فردوسی مشهد هستم و با تدریس آموزش آفات مهم درختان میوه از مجموعه آموزش‌های فرادرس در خدمتتونم. در فصل اول یعنی مقدمه به اهمیت باغ‌های میوه و حفاظت از اونها و معرفی عوامل محدود کننده تولید در باغ‌های میوه می‌پردازم. امروز محصولات باغبانی مخصوصا میوه‌ها علاوه بر مصرف مستقیم به صورت تازه خوری یا غیر مستقیم در صنایع تبدیلی به عنوان یکی از منابع مهم غذایی حساب میشن و در تامین سلامتی و انرژی لازم برای انسان نقش مهمی دارند و همچنین محصولات میوه در صنایع مختلف و صادرات محصولات غیر نفتی جایگاه بسیار خوبی دارند که برای حفظ این موقعیت باید به ایجاد شرایط مناسب تولید، بسته‌بندی، انبارداری و بازاریابی به جهت رقابت با سایر کشورهای صادرکننده توجه کرد و این موضوع واضحه که با یک برنامه‌ریزی صحیح همراه با تکنولوژی مناسب، استفاده از دانش باغبانی، ارقام مناسب و اصلاح شده و کنترل آفات و بیماری‌های مختلف گیاهی میشه سطح زیر کشت و تولید رو افزایش بدیم و به این ترتیب علاوه بر ارزآوری و تقویت اقتصاد کشور، معیشت باغداران هم تقویت میشه. بر اساس آمار وزارت جهاد کشاورزی، کل تولید میوه در ایران در سال 1387 حدود 13.4 میلیون تن برآورد شده که بیش از نیمی از اون در 5 استان کشور یعنی مازندران، فارس، آذربایجان غربی، کرمان و آذربایجان شرقی تولید شده و در بین میوه‌ها سیب، پرتقال، انگور و خرما از کل تولید میوه بیشترین سهم رو داشتن. و یادتون بمونه که ایران 4.4% سطح زیر کشت باغ‌های دنیا رو به خودش اختصاص داده، ولی متوسط عمل کردش در مقایسه با دنیا کم تره که احتمالاً ناشی از ضعف مدیریت باغ‌ها و عدم دسترسی به ارقام یا پایه‌های مناسب و نهال با کیفیته. با این وجود رشد مداوم کشت و تولید محصولات باغبانی باعث شده که ایران در تولید 7 محصول پسته، زعفران، انار، خرما، زردالو، گیلاس و گردو در رتبه اول تا سوم جهانی و در تولید 10 محصول سیب، بادام، انجیر، کیوی، انگور، فندق، مرکبات، هلو و آلبالو رتبه های 4 تا 8 جهان و در زیتون رتبه 7 رو داشته باشه. و به عبارت دیگه ایران با داشتن سطح وسیع و شرایط اقلیمی متنوع و مناسب برای کشت محصولات میوه میتونه نقش اساسی در توسعه داشته باشه. پس یکی از راه‌های شکوفایی اقتصادی احداث باغ‌های میوه با آخرین شیوه‌های علمی و عملیه. نکته که درباره شناخت میوه درختان و گروه بندیشون هست اینه که از نظر احتیاجات حرارتی به دو دسته تقسیم میشن. اولی میوه‌های مناطق معتدلن که خزان دارن، یعنی برای رشد مجدد به یک دوره سرما زمستانی نیاز دارن تا از خواب بیدار بشن و شامل درختان میوه دانه‌دار، هسته‌دار، خشکبار و درختانی مانند توت و شاهتوتن. و گروه دوم میوه‌های مناطق گرمسیری و نیمه گرمسیری هستند که ممکنه همیشه سبز و یا خزاندار باشن و بیشتر در مناطق گرم و نیمه گرم رشد کرده و درختان خزاندار به سرمایه کمی احتیاج دارند. و این گروه شامل مرکبات، نخیلات، زیتون، انار، انجیر، خرمالو، موز و آناناس هم. توجه کنی که هر یک از انواع درختان به طور جدا و همراه با گونه‌های دیگر درختان گیاهان موجود
در یک باغ میوه و با توجه به شرط آب و هوایی و اقلیمی هر منطقه یک اکوسیستم خاص زراعی ایجاد کرده که با توجه به سابقه کشت و کار، فون بسیار غنی و متنوعی از جانوران و مخصوصاً حشرات رو به همراه داره و هر یک از این جانوران به تنهایی و همراه با بقیه جانوران و گیاهان نقش خاصی رو در اکوسیستم زراعی یک باغ میوه ایفا میکنن که عده‌ای از اونها آفات خطرناک و درجه اولن که اگه عملاً باهاشون مبارزه نشه برداشت محصول از باغ ممکن نیست و عده‌ای معمولاً خسارت عمده‌ای ندارن مگر در مواقع و شرط خاص که حالت طغیانی پیدا میکنن که معروف به آفات درجه دومن و درباره آفات درجه سوم باید بگم که اگرچه بالقوه آفتن و میتونن باعث خسارت بشن ولی در شرایط عادی خسارتشون اقتصادی نیست و علاوه بر اینها حشرات و جانورانی در یک باغ هستن که مفیدن و وجودشون در باغ لازمه، یعنی به صورت پارازیت و یا شکارگر از آفات و جانوران دیگه تغذیه کرده و باعث کاهش انبوهی جمعیت اونها میشن و یا عده‌ای در انجام گردافشانی درختان میوه اهمیت دارن و به این صورت بر افزایش کمیت و کیفیت محصول مؤثرن. خب پس فهمیدین که مجموعه حشرات جانورانی که در یک باغ میوه حتما آفت نیستن و حتی ممکنه مفید باشن. پس در مبارزه با آفات درختان میوه در یک منطقه شناسایی دقیق فون جانوران مخصوصا حشرات موجود در ناحیه ضروریه. و نکته دیگه این که نابودی یک آفت خاص اگه درجه دوم یا سوم باشه ممکن شرط مناسبی رو برای هجوم آفات دیگه که در منطقه ناشناختن فراهم کنه. باید بدونی که بیشترین میزان محصول معمولا از باغهایی به دست میاد که در شرایط زراعی مطلوبند و این شرایط شامله تناسب آب و هوا، خاک، نحوه کشت و کار و نگهداری سالانه درختان از جمله هرس، شخم یا گل زدن خاک، کوددهی و آبیاری و مبارزه با آفات هم جزی از این اقداماته. و به عبارت دیگه هر مشکل و کمبود محصول یا ریزش برگ و میوه رو نباید با آفت زدگی نسبت بدیم، بلکه باید اول از شرایط زراعی مطلوب مطمئن شد و در مرحله بعد شروع به جستجو و مبارزه با آفات و بیماری‌های گیاهی کنیم. درباره آفات باید بگم که ایجاد ضایعات مورفولوژیک یا فیزیولوژیک گیاه به هر نسبتی که از حمله آفت ناشی بشن رو نباید با عملیات مبارزه شدید و مخصوصاً کاربرد سم شیمیایی پاسخ بدیم. یعنی ممکنه یک هرس منظم یا تغییر مختصری در روش نگهداری درخت مانع زیان اقتصادی بشه و در زمان کاربرد مواد شیمیایی علیه آفت باید دقیقاً مشخص کرد که زیان اقتصادی ناشی از آفت خیلی بیشتر از مخارج عملیات مبارزه و عواقب ناشی از اون باشه. و نکته مهم دیگه این که با توجه به مصرف تازه خوری میوه ها باید به مسئله وجود بقایای سموم روی میوه ها و امکان مسمومیت مزمن و یا حاد مصرف کنندگان دقت کرد. البته اگه فاصله بین آخرین سمپاشی و برداشت محصول رعایت بشه ندرتاً مشکلی ایجاد میشه، ولی اغلب ممکنه این موضوع رو باغداران رعایت نکنن. امروزه به مدیریت تلفیقی آفت بیشتر توجه میشه که هدفش تلفیق تمام روش‌های موجود یعنی بیولوژیکی، شیمیایی، زراعی، ژنتیکی، قانونی و فیزیکی برای مبارزه با آفت‌ها در یک برنامه است. بگونه که با کمترین هزینه و کمترین آسیب به محیط زیست بهترین نتیجه حاصل بشه. توجه کنید که مهمترین تأثیر منفی حضور و عوامل خسارتزا از جمله علف‌های هرز، آفات و بیماری‌ها کاهش عملکرد کمی یا کیفی محصولاته و در برخی از آفات کاهش عملکرد کاملا
تابعی از تراکم آفته. یعنی با افزایش تراکم آفت عملکرد گیاه کم میشه. و البته در مواردی علاوه بر تعداد آفت در واحد سد، عواملی ماننده تنوع آفات، اندازه آفت و درجه خسارت‌زایی آفت در تعیین میزان کاهش عملکرد گیاه مؤثره. پس اثر آفت بر عملکرد گیاه رو میشه به صورت این رابطه که در اینجا مشخصه نشون بدید. باید بدونید که تمام تولید کنندگان تجاری نیاز دارن که درباره تعداد آفتی که میتونه روی یک محصول تحمل بشه قبل از کاهش کیفیت و ایجاد خسارت مالی تصمیم مدیریتی بگیرن و به این تراکم از آفت آستانه اقتصادی میگن که پایین تر از این سطح تصور میشه که خسارت آفت از نظر اقتصادی غیر قابل اهمیته و سطح زیان اقتصادی یا EIL کمترین تعداد حشره‌ای که ایجاد خسارت اقتصادی میکنه. پس این سطح از آفت میزانی از تراکم جمعیت آفت که خسارت وارده زیاده و باید باهاش مقابله کنیم. و برای محاسبه EIL دو مدل وجود داره که اولی مدل پدیگو و همکارانشه که در اینجا مشخصه. مدل بعدی مدل ساتوود و نورتونه که به علت سادگی و کاربردی بودن در تعیین سطح زیان اقتصادی آفات مختلف استفاده میشه که در اینجا میبینیم و بر این اساس سطح زیان اقتصادی تراکمی از آفاتی که خسارت ناشی ازش معادل با هزینه کنترل اون آفته. به طور کلی عوامل خسارت‌زا و محدود کننده گیاهان رو میشه به گروه های بند، پایان، مهرداران، پاتوژن های بیماریزا، علف های هرز و عوامل غیر زنده مانند شرط محیطی تقسیم کرد که نتیجه فعالیت همه گروه ها کم و یا نابود کردن محصول و بالا رفتن هزینه تولیده و هر گروه به شیوهی باعث خسارت میشه. و درباره بند پایان باید بگم که بزرگترین شاخه گروه حیوانیه که دارای رده های زیادیه و مهمترین ردش حشراتن که بیشتر تعداد گونه رو در سلسله جانوری شامل شده و کنه ها یکی دیگه از رده های بند پایانن و از مهرداران به ترتیب اهمیت جوندگان، پرندگان و برخی از علفخاران از آفتهای محصولات گیاهی هن. و درباره نرمتنان باید بدونی که گروهی از جانوران تشکیل داده که شبیه کرمهای حلقوی هن. حشرات دارای سه جفت پا، سر، سینه، شکم و یک جفت شاخکن و بر اساس وجود یا عدم وجود بال، ساختمان و شکل بال، نوع قطعات دهان و نحوه دگردیسی 26 راسته تقسیم شدن. و توجه کنید که از نظر نحوه زندگی حشرات رو به سه گروهه بدون دگردیسی، دگردیسی کامل و دگردیسی ناقص یا تدریجی تقسیم کردن که در حشرات با دگردیسی کامل 4 مرحله تخم، لارو، شفیره و حشره کامل وجود داره و در حشرات با دگردیسی ناقص نوزاد بعد از خروج از تخم شبیه به حشره بالغه و تعاقدش در اندازه و وجود باله و به حشره نابالغ این گروه پوره میگن و لارو و پوره حشرات معمولا بعد از خروج از تخم شروع به تغذیه میکنن و راسته های پادمان و استطاله داران دگردیسی ندارن و زندگیشون شامل دو مرحله تخم و حشره کامله. کنه های بالغ گیاهی معمولا 4 جفت پا دارن و برخلاف حشرات بدون شاخک، بال و سر جدا و با قطع دهانی مکنده شد از شیره گیاهی تغذیه و باعث خسارت میشن و کنه ها دارای چرخه زندگی کوتاهی هن و در مدت کمی بعد از بلوغ تخم گذاری کرده. پس در سال دارای چند نسل هن و کنه ها با تنیدن تار محل مناسبی برای تجمع گرد و غبار و خاک در گیاه ایجاد میکنه. پس گیاه حالت گرد گرفتگی پیدا میکنه و این نشونه قابل مشاهده وجود آفته. از مهرداران درباره جوندگان باید بگم که گروهی از پستاندارانن
که از روی خصوصیت دندانش تفکیک میشن و شامل انواع موش‌ها، خرگوش‌ها، سنجاب‌ها و جوجه تیغی هست که موش‌ها آسیبی بیشتری به گیاه وارد می‌کنند و علیهشون از روش‌های مکانیکی، زراعی، بیولوژیکی و شیمیایی استفاده میشه و خرگوش‌ها و سنجاب‌ها بیشتر به بخش‌های هوایی گیاه حمله و پوست تن درختان رو می‌جوند و در بین پرندگان گنجشک در ایران آفت بسیار مهم میوه‌های ماننده انگور، گیلاس و آلبالوه و جانورانی ماننده گراز و آهو بیشتر به سبزیکاری‌ها خسارت وارد می‌کنند. باید بدونید که نرم تنان برخلاف کرم‌های حلقوی بدن غیر حلقوی دارند و دارای پوششی به نام مانتو هستند و اغلب صدف آهکیشون اشکال مختلفی داره که از مانتو ترشح میشه و سر بدون واسطه گردن به بدن چسبیده و روی اون دو جفت زائده تنتاکل هست که یک جفت برای چشایی و بویایی و جفت دیگه اندام بینایی و در بالای اونها چشمها قرار دارن و دهانشون مجهز به دندانه‌های تیز کیتینیه و از گونه‌های خسارتزا میشه به راب گلخونه‌ای، راب خانگی، راب زرد، حلزون قهوه‌ای مرکبات و حلزون قندهاری اشاره کنم. در فصل دوم از این آموزش به معرفی آفات درختان میوه دانه‌دار می‌پردازم و بعد با شکل‌شناسی، نحوه خسارت، زیست‌شناسی و روش‌های پیشگیری و کنترل اونها آشنا می‌شیم. از گروه حشرات با دگردیسی کامل و راسته بالپولکداران اول به معرفی کرم سیب یا تخم‌خوار سیب می‌پردازم که نام علمیش در اینجا مشخصه و یکی از آفات مهم و کلیدی درختان سیب با انتشار جهانیه و دیگر درختان میزبانش رو اینجا می‌بینیم. آفت بعدی شب‌پره کرم به و توجه کنید که کرم زدگی میوه‌های سیب و گلابی و مخصوصاً به منحصر به کرم سیب نیست و گاهی لاروهای کرم به در بین میوه‌های آلوده وجود داره. لیسه سیب با اسامی محلی مختلفی ماننده لیس، سیم و تارنک معروفه و جز آفات مهم درختان میوه در ایرانه. درختان میوه دارای چند آفت مینوزن که یکی مینوز لکه گرده و دارای این میزبان هاست که در اینجا میبینیم. در باره مینوز لکه تاولی سطحتانی برگ باید بگم که از شایع ترین مینوز هاست و میزبان هاش در اینجا مشخصه و گونه دیگری از این جنس به نام مینوز لکه تاولی سطح فوقانی برگ وجود داره که باعث خسارت به سیب، به گلابی و برخی دیگر از درختان میوه میشه. کرم خرات با اسامی پروانه فری، پروانه خرات درختان میوه یا شپره پلنگی معروفه و حدود 150 گونگی های میزبان داره و آفتی با درجه اهمیت اقتصادی زیاد در تمام ایرانه. آفت بعدی که اینجا میبینید پروانه زنبور نمای چوب خاره که دارای میزبان های از جمله سیب، زردالو، گیلاس و آلوه. از راسته سخت بال پوشان سرخورتومی سیبو داریم که یکی از آفات مهم درختان میوه دانه دار در نواحی کوهستانی و سرد سیره و باعث نابودی 60-70% گلهای سیب در برخی نواحی میشه و دارای دیگر میزبان هایی هست که در اینجا میبینیم. از گروه حشرات بادگردیسی ناقص و راسته هنیپترا اول به معرفی شته سبز سیب می‌پردازم که این آفت دارای میزبان‌های از جمله سیب، به، گلابی، اسگیل و زازالکه. درباره شته مومی یا خونی سیب باید بدونید که در خاورمیانه در تمام سال به صورت دخترزایی فقط روی درختان سیب تولد مثل کرده ولی در آمریکا دارای دو دوره زندگی روی سیب و دیگه نارونه. تسیل گلابی به نام شیره یا اصلک گلابی هم معروفه و یکی از آفات درجه اول درختان گلابی در ایرانه و اهمیت زیادی داره. سنک یا ببر گلابی از گذشته در ایران وجود داشته و در درجه اول به گلابی و سیب حمله کرده و در درجه دوم باعث خسارت
در گیلاس و گاهی آلبالو، هلو، زردالو، گوجه، زازالک و ازگیل میشه. درباره سپردار واوی سیب باید بگم که در درجه اول باعث خسارت به درختان سیب میشه و در صورت نبود میزبان اصلیش میتونه به دیگر درختان که اینجا میبینید حمله کنه. درباره کمی قرمز اروپایی باید بدونید که در درجه اول به سیب و گلابی حمله کرده و دارای میزبانهای دیگه هم هست که در اینجا مشخصه. کنه دو نقطه یا تارنکبوتی یا تارتن و یا معمولی کنه بسیار پولیفاژه که علاوه بر گیاهان زراعی و علفهای هست به درختان میوه حمله کرده و بیش از 150 گونه گیاهی میزبان داره و خسارتش شدیده. کنه گالی گلابی به نامهای آبلزای گلابی، گالزای گلابی و مولد کال گلابی معروفه و دارای این میزبان ها هستش که در اینجا میبینیم. میرسیم به معرفی جوندگان و درباره خرگوش آسیای مرکزی یا جسه کوچیک باید بگم که در نواحی شمال شرق کشور انتشار داره. خرگوش اروپایی یا جسه بزرگ در نواحی شمالی، شمال غرب و مرکز ایران انتشار داره. موش میوه‌خوار یا موش درختی بیشتر در نواحی جنگلی و غیر جنگلی پیدا میشه و موش ورامی یکی از خطرناک‌ترین و فراوان‌ترین جوندگان زیان آور در درختان میوه در اکثر نقاط کشوره. از نظر مورفولوژی و شکل‌شناسی درباره حشره کامل کرمسی باید بگم که شب‌پره کوچیک به رنگ قهوه‌ای مالی خاکستری که بالهای جلویش دارای خطوط روشنی و انتهاشو یک لکه درشت قهوه‌ای تیر است و بالهای عقبی سفید مایل به خاکستری و در حاشیه موهای بلند نقره‌ای رنگ داره و شاخکاش به سمت عقب خمیده و تعداد حشره نر و ماده اینه که پروانه نر دارای یک لکه کوچیک مستطیلی سیاه در سطح زیری بالهای جلوییه و تخم این پروانه عدسی شکل بیضوی با پوستی بسیار ظریف و مشبکه و این حشره معمولاً دارای 5 سن لاروی و لارو کامل سفید مات با زمینه ارغوانی کم رنگه و شفیرش به رنگ قهوه‌ای روشن تا تیر است و بندهای 2-7 شکم دارای 2 ردیف خار ظریفن. بالهای جلوی کرم به خاکستری با نوارهای عرضی روشنه و بالهای عقبیش خاکستری روشن با ریشک‌های بلند در لبه عقبی و دارای تخم‌های سفید شکری بیضوی و سطحشون دارای خطوط تقریبا نامشخصه که از دو قطب می‌گذره و لارو سن اول این حشره سفید شکریه ولی با تعویض پوست به رنگ خاکستری کثیف در میاد و دارای شفیره قهوه‌ای رنگ و بدون ردیف‌های خاره. همانطور که در اینجا مشخصه بالهای جلوی لیسه سیب سفید رنگ با 10 تا 22 و به طور متوسط 18 تا 19 عدد نقطه سیاهه و بالهای عقبی خاکستری مایل به قهوه‌ای با موهای حاشیه‌ای به همین رنگه و دارای تخم‌های بیضویه که زیر پوششی به نام پولکه و رنگ پولک اول زرد مایل به سبز روشن و نهایتاً خاکستری تیره میشه. لارو سن اول این حشره زرد کاهی رنگه و پوشیده از خالهای تیره با سر تیره رنگه و معمولاً 5 سن لاروی داره و در سنین بعد به رنگهای مختلفه و سن آخر خاکستری با خالهای سیاه و شفیرش به رنگ قهوه‌ای روشن با 3 جفت خار ظریف در انتهای بدنه. مینوز لکه‌گرد دارای شاخک‌های تیره و طویل و 32 بندیه و حشرات کامل خاکستری روشن سربی متالیکن و بالهای جلویش نسبتاً پهنه که در وسط و در جهت طولی بدن یک نوار باریک سفید است که تا کمی بیشتر از نیمه اول بال ادامه داره و توسط یک خط تیره و خمیده قطع میشه و در انتهای بالها پررنگ‌تره و دارای تعدادی نوار کوتاه باریک و با یک لکه قهوه‌ای با حاشیه بلوطیه و بالهای عقبیش خاکستری باریک و میله‌ای و اطراف بالها
بیشگهایی وجود داره. تخم این حشره صدفی رنگ، نیمکره‌ای و در وسط فرورفتگی داره. لاروهای این حشره دوکی شکل و به رنگ سبز مایل به خاکستر، یعنی که نهایتاً قهوه‌ای رنگ میشن و شفیرش بادامی شکل و داخل پیله سفیدیه. مینوز لکه‌تاب ولی سرتحتانی برگ شب‌پره نقره‌ای رنگه و بالهای جلویش دارای نوارهایی به رنگ قهوه بلوطی و در وسط نیمه اول بالهاش خطوط سفیدی هست و در لبه جلوی نیمه انتهای بال سه لکه مثلثی قهوه رنگ وجود داره و بالهای عقبی کاملا باریکن و در انتها نوکتیزن و اطرافشون مژگهای طویلی داره و تخم این حشره سفید شکری و به شکل پولکهای کوچیکن. لارو این حشره اول سبز روشنه و در زمان بلوغ زرد رنگ با بدن کشیده و سر قهوه‌ای میشه و دارای 5 سن لاروی و شفیرش کوچیک، استوانه، قهوه‌ای رنگ و در داخل پیله سفید و نازک زیر کوتیکول برگ تشکیل میشه و تزئینات حلقه انتهایی بدن شفیره در افراد نر و ماده متفاوته. در کرم خرات بالهای جلوی و عقبی سفیدن و لکه های گرد مایل به آبی دارن و در حشره ماده شاخک ها 35 بندی و نخیه و در حشره نر 49 بندیه که نصف اولش پرورش و نیمه دوم نخیه و دارای تخم های سفید مایل به زرد رنگ هست. لارو کامل این حشره دارای سر و پلاک پویسینه سیاه رنگه و شکمش دارای تعداد زیادی نقاط سیاهه و لاروهای نوزاد گلی رنگ و بدون نقاط سیاهن و شفیرش هم قهوه‌ای روشنه. درباره پروانه زنبورنمای چوبخار باید بگم که بالهاش کلن بیرنگه و در بال جلوی حاشیه ها و قسمت عریض از انتهاش تیر است و بقیه توسط دو نوار عرضی به سه قسمت شفاف تقسیم میشه و در بال زیری فقط حاشیه هاش تیر است و در وسط لبه بالایی دارای یک لکه کوچیک تیر است و رنگ عمومی بدن آبی مایل به سیاهه و انتهای بدنش پوشش مومی داره و توجه کنید که بدن ماده کمی زخیم تر از نره و تخمای این حشره به رنگ روشنه. لارو های این پروانه زرد رنگن و داخل پیله شامله خورده های پوست در محل تغذیه ایجاد میشن و این تصویر هم مربوط به شفیرشه. همونطور که اینجا مشخصه سرخورتومی سیب بدنش پوشیده از کرک های ظریف خاکستری مایل به قهوه‌ایه و در قسمت پشتی و انتهای بال پوش ها نوار روشن و برجسته به شکل وی داره و معمولاً افراد نر کوچکتر از ماده هان و تخم های زرد روشن داره که داخل هر قنچه میذاره. لارو این حشره بدون پا سفید رنگ با پلاک سر سیاه مایل به قهوه‌ایه و شفیرش به رنگ زرده که در اینجا میبینیم. شته ماده بیبال سیر گلابی شکل و سبز مایل به زرده که قسمت های انتهای بدنش کمی تیره تره و چشم های کرونیکول های سیاه رنگ داره و ماده های بالدار سبز رنگ هست و سر دوم کرونیکول ها و بند آخر سینش سیاه رنگه و چشم های قرمز تیره دارن و دارای تخم های بیضوی و سیاه براق هست. ماده های تخم گذار بیبال شته مومی سیب قرمز رنگ با خورتیم کوچیک و کرونیکول های قابل رویت هست و حشرات نر خیلی کوچیک و بیبال هست و این شته ها زرد یا قهوه‌ای روشن با شاخک های کوتاه و دیگه پوشیده از کرک های سفید رنگ هست که این مواد مومی شبیه تارهای پنبه و شته بالدار دارای سر و سینه قهوه‌ای سیاه و شکم قهوه‌ای. حشرات کامل پسیل گلابی دارای دو شکلی فصلی هست که شکل زمستانه به رنگ نارنجی مایل به قهوه‌ای و در قسمت های پشتیش سیاه رنگه و شکل بهاره زرد نارنجیه و هر دو شکل دارای سر نسبتاً بزرگ چشم‌های برومده نارنجی رنگ و شاخک‌های 8 تا 10 بندیه و بال‌های جلوی عقبی هر کدوم دارای دو نقطه سیاه رنگ و در قسمت پشتی شکم حشره نر
6 نوار و در ماده 5 نوار عرضی قهوه‌ای دیده میشه و تخم‌هاش کهربای رنگ و کشیده است که در قسمت عقبی زائده طبیل داره و پوره‌های این حشره اول کهربای رنگ و بدون بالن ولی به تدریج تغییر رنگ داده و دارای خدود در همه تیر رنگ میشن و اطراف بدن پوره پوشیده از موهای طویل و ترشحات سفید رنگه و آثار بال از سن 4 دیده میشه. سنک گلابی حشره کوچیک و پهن به رنگ قهوه‌ای مایل به خاکستریه و سر و پیش قفسه توسط 3 زائده کیتینی بیرنگ پوشیده شده و بالهای جلویش مستطیلی و توری شکله و هر یک دارای 2 لکه دودی رنگه و طول بالها 2 برابر طول بدن حشره است و بالهای زیری توری شکل و شفافند و دارای شاخک‌های نازک و طویل و 4 بندی هستند و دارای تخم‌های بیضوی سیاه و براقند و رنگ پوره ها بعد خروج از تخم سفیده ولی به تدریج تیره میشن و 5 بار جلد عوض میکنن. سپر ماده واوی سیب گلابی شکل و دارای کمی انحنا و شبیه واو هست و به رنگ کرم تا قهوه‌ای روشن و گاهی کمی تیر است و حشره ماده سفید شیری مایل به زرد یا ارغوانی کمرنگه و قسمت پیجیدیومش قهوه‌ای رنگه و دارای تخم‌های بیضوی شیری رنگ و با سطح مشبک و کدرن و توجه کنید که پوپاریوم افراد ماده باریک و خیلی کوچکتر از سپر ماده است و کناره‌های پهلوی سپر موازی و کرم مایل به قهوه‌ای و حشره نر بعد از دوره شفیرگی از زیر قسمت پوپاریوم بیرون اومده و پرواز میکنه و دارای 1 جفت بال، چشم، شاخک و 3 جفت پا و دیگه زائده‌ای در انتهای شکمه. در کره قرمز اروپایی افراد ماده بالغ دارای بدنی تخم‌مرغی شکل به رنگ قرمز یا قهوه‌ای‌اند و قسمت پشتیشون کاملا بر اومده قوس شکله و دارای 7 ردیف برجستگی‌های کوچک سفید عرضی که روی هر یک از اونها 1 مو قرار داره. و افراد نر کشیده و بدون نقاط برجسته سفید رنگن و اندازه‌شون کوچکتر از افراد ماده است و دارای تخم‌های پهنه که اول قرمز روشن و بعد نارنجی تیره میشن و قصر تخم‌های تابستانه کمی کوچکتر از تخم‌های زمستان است و پوره‌های تازه خارج شده از تخم زرد لیمویی تا نارنجی روشنن که بعد از تغذیه به رنگ قرمز تا قهوه‌ای در اومده و دارای 6 تا پهن. جانور کامل کنه 2 نقطه‌ای بیضی شکله و کنه های نر کوچکترند و رنگ کنه در بهار سبز مایل به زرد و در تابستون و زمستون قرمز نارنجی رنگه و روی بدنش لکه های کوچک سیاه رنگ هست و در قسمت جلویی بدن 2 چشم قرمز رنگ داره و روی پشت بدن دارای 2 نقطه است و دارای تخم های گرد و زردن و پوره هاش کروی شکل زرد رنگ با 3 جفت پهن. جانوران کامل کنه گالی گلابی زرد مایل به سبزن و بدنشون دارای خدود منحنی عریض 1 جفت موی کوتاه حسی در قسمت خلفی پلاک جنسی 2 جفت موی حسی نسبتاً بلند در نیمه قدامی سطح زیری بدن 1 جفت موی حسی کوتاه نزدیک به انتهای شکم و 1 جفت موی بلند و خمیده در انتهان و 2 جفت پا دارن و تخمای این کنه سفید کدر و بیضوی هن. خرگوش جثه کوچیک طول بدنش 56 سانتیمتر و دارای سر نسبتاً بزرگ و گوشهای کوتاه و انتهای گوشهاش 1 حلقه سیاه رنگ داره و در بهار و تابستون رنگ بدنش زرد مایل به خرمایی و در زمستان روشنتر به نظر میرسه و این جانور لانش رو در زمین حفر و در سال 3 تا 4 بار تولد مثل کرده و هر بار 4 تا 6 بچه داره. برخلاف خرگوش جثه کوچیک، خرگوش اروپایی دارای گوشهای بلنده و پشت گوشها نزدیک به انتها دارای لکه سیاه یا قهوه‌ای و طول بدنش 55 تا 68 سانتیمتر و بدن خرگوش زرد مایل به نارنجی با موهای پراکنده سیاه و سفید در پشتشه
و در سطح بالای دومش لکه سیاه داره و پاهای عقبش مخصوصا در زمستون سفید رنگه. و این خرگوش در سال 2 تا 4 بار تولید مثل کرده و هر بار 3 تا 6 بچه داره. و توجه کنید که عموما خرگوش ها فعالیت شبانه دارن و روزها استراحت میکنن و هر خرگوش حدود 8 سال عمر میکنه. موش میوه خوار به طول 9 تا 11 سانتی متر و به رنگ خاکی تا خرمایی مایل به زیتونی و در دو طرف سرش از ناحیه چشم به طرف گوش ها دارای یک نوار سیاه عریضه و دومش دارای موهای بلنده که در طرفین به صورت شانه دیده میشه و درباره نحوه زندگیش اطلاعات کافی نداریم. موش ورامین دارای بدنی به طول 15 تا 16 سانتی متر و به رنگ خرمایی با زمینه خاکی که زیر شکمش سفید یا زرد تا زیتونی مایل به خاکستریه و پوزش عریض، گرد و مدور با گوش‌های کوچیکه و سوراخ این موش به علت ریختن خاک زیاد در اطرافش از بقیه موش‌ها مشخصه و گاهی ارتفاع خاک کنار لانه موش به 1 متر میرسه و این جانور چند نسلیه و هر بار 4 تا 6 بچه داره و به علت نداشتن خواب زمستانه در تمام مدت سال فعاله. نحوه خسارت کرم سیب به این صورتی که همزمان با فندقی بودن میوه ها لارو ها از تو خارج و بعد از کمی تغذیه از برگ ها داخل میوه ها جوان شده و لایه کوتیکول پوست میوه رو خرد کرده و بعد از گوشت میوه تغذیه و به تدریج به سمت دانه ها دالانی ایجاد و ازش تغذیه می کنن و فضولات لاروی به صورت دانه های قهوه نیمه جامد و مرطوب به خارج از میوه ها ریخته و میوه های خسارت دیده می ریزن و اونهایی که روی درخت می مونن در اثر فضولات حشره و عوامل فاسد کننده یعنی قارچ ها و باکتری ها غیر قابل مصرف می شن. نسل اول کرم به حالت چوب خاری داره و از قسمت های چوبی هوای درختان میزبان تغذیه کرده و لارم از ناحیه کامبیوم قسمت زیری پوست تنه و شاخه تغذیه می کنه و فضولات قهوه‌ای رنگش مشخصه و ناحیه کامبیوم و قسمت زیری پوست دارای لکه‌های تیر رنگن و دچار خشکیدگی میشن و میوه بهتر محل تغذیه لارم گرد و ناصاف شده و اغلب فضولات قهوه‌ایش در سطح یا داخل میوه هست و میوه آلوده اکثرا ریخته و ارزش بازارپسندی نداره و فضولات لار به صورت توده‌های قهوه‌ای رنگ در دالان‌ها مشخصه و گاهی به علت حمله قارچ‌های عامل پوسیدگی خاکستری رنگ میشن و لار داخل میوه از گوشت میوه پوشش دانه و گاهی دانه‌ها می‌خوره. فعالیت لاروهای لیسه سیب دست جمعیه و بعد خروج از زیر پولک از برگ‌های جوان و بافت پارانشیم تغذیه و تقریبا مشابه لارو مینوس فعالیت داره و فقط اپیدرم تهدانی و فوقانی برگ باقی مونه و در ضمن تغذیه لاروها تارهای ایجاد کرده که حالت تار عنکبوتی به درخت میدن و با چسبیدن چند برگ به هم و ایجاد لانه لاروها به راحتی به تغذیه میپردازن و در نتیجه درخت ضعیف، محصول کم و درخت مورد حمله حشرات چوبخار قرار میگیره و در صورت شدت این آفت لاروها به میوه‌های درخت هم حمله کرده و باعث ریزش اونها میشن و میوه‌هایی که روی درخت باقی میمونن کوچیک و غیر قابل استفادن. دالان‌های ایجاد شده توسط لاروهای مینوز لکه گرد زیر اپیدرم برگ به صورت تاول‌های سیاهی که روی دوایر متعدل مرکز ایجاد و متناسب با تغذیه لارو به شعاع اونها اضافه میشه و بعد از مدتی اپیدرم سطحی زیر برگ زیر محل دالان‌ها خشک شده و این آفت باعث ریزش و خزانه زودرس برگ‌ها و ضعف درخت میشه. لاروهای مینوز لکه تاولی سطحتانی برگ زیر اپیدرم سطح روی برگ مستقر و با تغذیهشون باعث ایجاد تاول یا لکه آینه‌ای میشن که ابتدا آینه سبز رنگ و به تدریج قهوه‌ای شده